به نام خدا با عرض سلام به مجمع خبری این سال از اصلاح خوش آمدید. در آغاز سرخط چند خبر. یاد بود از 1114 زادروز خواجه عبدالله انصاری در ولایت هرات. درهای مسافربری شهری یکی دیگر از ناقلین ویروس کرونا بعد از رفع قیودات روزگردی در هرات. ثبت 235 مورد تازه واقعات ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته در کشور. و انتقادها از غرق و گلوله‌باری 23 مهاجر افغان از سوی مرزبانان ایرانی. خوش آمدید. امروز یک شنبه 14 ماه ثور سال 1399 هجری خورشیدی که برابر است با 10 رمضان المبارک سال 1441 هجری قمری. مشروع خبرها. 1114 سال از تولد شخصیت عارف، شاعر و نویسنده ای می گذارد که بنیانگذار سبک نثر مسجع در ادبیات زبان فارسی است. زادروز پیر هرات ابو اسماعیل عبدالله خواجه انصاری، فردی که دست بلندی در شریعت، عرفان و فقه داشته و از دیدگاه برخی از علما و مدرسان مسائل دینی یکی از اولین اشخاص علمی که توانسته میان اندیشه های فقیهانه، نصوص‌گرایانه، صوفیانه و الحدیث حالت تلفیقی را ایجاد کند. به مناسبت یادبود از این روز، مراسم گذاشتن اکلیل بر مزار خواجه انصار امروز توسط مرکز مطالعات و استراتژی افغانستان برپا گردید. مناجات نامه، منازل الساهرین، تفسیر، طبقات الصوفیه و زم الکلام از جمله آثار خواجه انصار که محتوای زندگی و دل مشغولی های فکری یکی از عالمان برجسته قرن چهارم هجری را تشکیل می داد. با نگاه به این عناوین می توان فهمید که وی مهارت بالایی در ادبیات، عرفان، فقه و حدیث داشته است. امروز 1114 سال از اولین روز پیدایش و تولد پیر هرات می گذارد. امروز بر مزار وی از سوی مرکز مطالعات و استراتژیک افغانستان اکلیل گل گذاشته و از وی یاد بود به عمل آمد. او یکی از صاحب نظران علم دین نیز بوده است. از قرن 3 و 4 به بعد در تاریخ اسلام کشیدگی های میان متشرعان و فقها، صوفی و عرفا گاهن وجود داشته است. پیر هرات از جمله نخستین شخصیت هایی لقب می گیرد که توانسته این تصادم فکری را از میان برداشته و اندیشه تلفیقی را ایجاد کند. به باور فضل الرحمن فقیهی، استاد دانشکده شریعت دانشگاه هرات، او این تلفیق را از بستر و محیط زندگی خود گرفته است. از پدر صوفی مشرب و آموزگارانی عارف و نصوصگرا. بین متشرعان و فقها و صوفیه و عرفا گاهگاهی کشیدگی های وجود داشته، تصادم فکری وجود داشته، اما خواجه عبدالله انصاری توانسته بین اندیشه های صوفیانه و فقیهانه، بین اندیشه های صوفیانه و نصوص گرایانه و اندیشه های اهل حدیث تلفیق ایجاد کنه و این ویژگی است که منحصر به فرد است. یعنی اینکه خواجه عبدالله انصاری تنها کسی است که آثار او از دیدگاه قوی ترین نصوصگراها، آثار عرفانی و عقیدتی و فکری از اون مورد تایید قرار گرفته، همونطوری که از دیدگاه صوفیانه و عموم مردم و دیگر هم مورد تایید قرار گرفته. مناجات نامه مشهورترین اثر خواجه عبدالله انصار در ادبیات می باشد. وی صاحب سبک نثر مسجع می باشد، سبکی که حتی امروز با وجود سپر شدن 10 قرن بعد دانشجویان در دانشکده های ادبیات تحقیقاتی در مورد آثار و سبک وی برامی اندازد. خانم نیلوفر نیکسیار منتقد ادبی، او اما دیدگاه متفاوتی در مورد تأثیرگذاری نثر مسجع خواجه انصار بر ادبیات و شعر مدرن دارد. اینکه امروزه آیا این سبک مورد توجه نویسنده ها هست، باید گفت که امروزه نوشتن نثر مسجع و به این شیوه نوشتن طرفدار نداره. یعنی اگر کسی هم بنویسه تکرار مکررات را انجام داده، به دلیل اینکه
خب کسانی بودند مثل خواجه انصار و ابو سعید ابوالخیر و بسا مثلا خود سعدی و مولانا جامی، اینا کسانی بودند که دیگه از انواع نثر مسجع به وفور استفاده کردند و به هر حال مفاهیم انسانی که داشتن در قالب این نثر ریختن. به صورت مستقیم نمیشه گفت که بله امروز هم از این سبک استفاده میشه، ولی از لحاظ محتوایی میشه گفت که همون مفاهیمی که در آثار خواجه عبدالله انصاری بود امروز هم مورد توجه هست. حالا با این همه شخصیت اجتماعی و رفتاری ابو اسماعیل عبدالله از دید برخی جامعه شناسان برمدار تسامح و همدگر پذیری بوده است. پیام خواجه عبدالله انصاری برای جامعه امروز افغانستان تسامح و همدیگر پذیری است. او با دید عارفانه به زندگی نگاه میکرد و همچنان فرهنگ رواداری را پربار نمود. من فکر میکنم که نسل امروز افغانستان باید پیام خواجه عبدالله انصاری را به عنوان یک آموزه فرهنگی جدی بگیرند و از درخت معرفت و استفاده عظیم نمایند. حالا با وجود این همه در این زیارت تاریخی و با قدامت مردی 60 سال طلوع و غروب آفتاب شب و روز زندگیش را اینجا سپری میکند. از سلام افتاد عرش میره عرش میره گریه میکن بعضی هم اینجا مالدار های بودن مالدار ها گفتم این دیوانی یا این چی میگه بریم لنگوسر بندازم بگردن میره خفا کنیم در این شهادت رو بردم میره خفا کنیم. با این همه مسئولان مرکز مطالعات و استراتژیک افغانستان از ایجاد و برگزاری شبی با نام شب خواجه در ولایت هرات زادگاه این پیر خردمند خبر میدهند. در سالهای آینده هم انشاءالله نامگذاری میشه شب به نام شب خواجه عبدالله انصاری و امیدواریم که و این اراده وجود داره در اینستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان که این شب هر ساله تجلیل بود. خواجه عبدالله محمد ابن انصاری هروی سال 384 هجری در زمان سلطنت آلب ارسلان سلجوقی متولد شد و در سال 481 هجری قمری درگذشت. او در این ادبیات از اشعارش معنای دید و نگاه خود به رفتار و کردارهای باید انسانی را چنین بیان می کند. ای بست بزرگ برکشیدن خود را و از جمله خلق برگزیدن خود را، از مردم که دیده به باگت آموخت، دیدن همه کس را و ندیدن خود را. شماره از باشندگان هرات از فعالیت موترهای مسافربری در شهر انتقاد می کنند. آنان می گویند با آنکه مسئولان صحی بر عدم تجمعات به دلیل انتشار بیماری کرونا تاکید می کنند، اما مالکان این موترها بدون توجه به توصیه های صحی بیش از اندازه مسافر سواری می کنند. موضوعی که با نگرانی مسئولان صحی در هرات به همراه شده است و آنان بر متوقف شدن گشت و گذار این وسایل تاکید دارند. در میان اداره ترانسپورت و ترافیک هرات که مسئولیت نظارت بر فعالیت این موترها را دارند، برنامه مشخصی برای کنترلشان ندارند. پس از آن که قیودات روزگردی از سطح شهر از سوی مسئولان محلی از میان برداشته شد، موترهای مسافربری نیز فعالیتشان را در هرات در کنار دیگر وسایل از سر گرفتند. اما شماری از باشندگان هرات از رعایت نکردن توصیه‌های صحی و انتقال بیش از حد مسافر از سوی مالکان این موترها انتقاد میکنند. موترهایی که تونیس که خود ما و شما میبینیم سواری از حد زیاد بالا میکنند در موترهای تونیس، باید در این قسمت دولت و یا ریاست ترانسپورت که مسئولیت از این داره به دوش بگیره و اینا رو متوقف کنه. این مریضی کرونا بسیار یک مریضی کشنده است. حکومت باید راجع به این کار یک اقدام بکنه که به خدا ناکرده به بالا نرسه، مریضی زیادتر نشه. او تر څنګه امنیتی مسولین چې بيساب ترافیک پولیس دی او بيساب عامه پولیس د شهري د دې او بيساب دنده چې د عامه روغتیا ریاست سره یعنی چې بيساب د شفاخاني مسولین دي د غو سره بيساب یو طرح جوړ کړي دغه طرح په څنګه کې عملی به حساب بنا به حساب ورکی. شهروندان میگویند که به دلیل مشکلات اقتصادی و فقری که دامنگیرشان شده است ناگزیرند تا از این وسایل استفاده کنند. از سوی هم رعایت نکردن توصیه‌های صحی از سوی موترهای مسافربری در شهر با واکنش مسئولان صحی به همراه شده است و آنان از این موترها به عنوان عامل انتشار ویروس در میان شهروندان یاد کرده و بر توقفشان تاکید میکنند. یک تعداد زیادی از اشخاص که در داخل موترها زیر یک سقف قرار میگیرند، به نسبت ای که سیر شیوع ویروس کرونا بسیار سریع صورت میگیره و بسیار ماندگار است، به او اساس میتونه که
نظارت از چگونگی فعالیت و گشت و گذار این موترها در شهر بر دوش ادارات ترانسپورت و ترافیک هرات است. اما این دو اداره برنامه مشخصی به منظور جلوگیری از انتشار بیماری کرونا از سوی این وسایل ندارند. اینا موترهایی است که مربوط به افراد، موترهای شخصی تحت پوشش ریاست ترانسپورت هست، تحت پوشش شرکت ها خونه و اداره ترانسپورت هموقدر میتونه که شرکت ها از اینا رو به جریان بگذاره، نمایندگی از اینا رو به جریان بگذاره و از طریق از اونا فعالیت از اینا رو متوقف کنه. بهترین راه اینه که تا وقتی که قرنطینه کامل میشکنه اینا تردد نکنن، بیرون نشن و در حال صحبت و مذاکره با ریاست ترانسپورت به زودی انشالله این قضیه با هماهنگی اونا و هدایت مقام محترم ولایت انشالله اجرایی میسازه. در حال حاضر بیش از 10 موتر تونیست در کنار میلی بس های دولتی در شهر به مسافربری مصروفند که با متوقف شدن گشت و گذار میلی بس ها بازار آنها بیشتر از دیگر وسایل نقلیه گرم است، اما بی رعایت توصیه بهداشتی و فاصله فردی. با آنکه مسئولان ترافیک از توقف این وسایل در صورت عدم رعایت توصیه بهداشتی در روزهای آینده سخن میزنند، دیده شود که آنان قادر خواهند بود تا این طرحشان را عملی کنند یا خیر. شماری از حقوقدانان و آگاهان سیاسی در هرات در پیوند به غرق و گلوله‌باری 23 مهاجر افغان که چند روز قبل پس از لتوکوب توسط مرزبانان ایرانی به دریای هرایرود انداخته شده بودند واکنش نشان داده و این عمل را یک جنایت ضد بشری و خلاف اعلامیه حقوق بشر عنوان می کنند. با این همه اما سرکنسولگری ایران در هرات با نشر بیانیه موضوع بازداشت و غرق کردن مهاجران از سوی مرزبانان ایرانی را تکذیب می کند. در همین حال مسئولان اداره مالی را از آغاز بررسی ها در این مورد خبر می دهند. اینان جسدهای مهاجران افغانی هستند که می خواستند از راه غیرقانونی به ایران سفر کنند. چند روز قبل توسط مرزبانان ایرانی پس از لاتوکوب و گلوله‌باری به دریای هرایرود غرق شده و جان باختند. این عمل مرزبانان ایران در هرات با موجی از واکنش های آگاهان سیاسی و حقوقی مواجه شده است. این آگاهان این عمل مرزبانان ایران را یک جنایت هولناک عنوان کرده میگویند کشور ایران باید پاسخگوی این فاجعه بشری باشد. برخورد نیروهای انتظامی ایران یک جنایت هولناک ضد بشری، خلاف اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنونسیون های بین المللی و موازین پذیرفته شده جهانی است. این قطعا در روابط سیاسی کشورها تاثیر منفی می داشته باشه. با آرزوی از این که دولت ایران در این قسمت پاسخگو باشه و به سوالات و به اعتراضات قانونی و حقوقی دولت افغانستان پاسخ بده و جواب سریع داشته باشه. مهاجرانی که شاهد عینی این فاجعه می باشند می گویند مرزبانان ایرانی ابتدا کارگران افغانی را لتوکوب و سپس بر آنان تیراندازی نموده و بعد 57 تن را در آب رودخانه هرایرود انداختند که در نتیجه 23 تن از میان آنان غرق شده و جان باختند. تیر شدیم از این بر خود ما، از اون بر ما را بزور گرید، برد داخل باسکا می زد، کتک زد، بعد او ما را آورد و دریا انداخت ساعت یک بجه. دقیقا یک بچه بود که ما را انداخت از مرز چیست؟ از مرز دانه، از مرز دانه ما را انداخت به زور. نه بازای افغانی ما را نمیزش که تیر ما را تیر کنه، اونا را نمیزش، به گلوله میزد، به قمچه و به گلوله همه را به زور به او انداخت، به زور انداخت. 57 نفر و 23 نفر مرد و او برد. بقیش خود علا یا باز یا خود بدبختی یک جوری کشیدی. در همین حال مسئولان شفاخانه حوزوی هرات می گویند تا کنون 5 جسد که در آب غرق شده از مرز مشترک با ایران به این مرکز درمانی انتقال یافته است. از مسیر مرز ایران و افغانستان به تعداد 5 جسد که 3 تای از ساعت 6 صبح و 2 تای از ساعت 10 صبح به علت غرق شدگی که تبدیل بررسی کرد که غرق شدگی بود به شفاخانه حوزوی منتقل شد. اما پاسخ اداره محلی هرات در پیوند به این موضوع چنین می باشد. واضح مشخص بشه که رویداد از چه قرار بوده و سپس ما در این رابطه ابراز نظر میکنیم. ما گفتم که هیئت مشترک وقتی که کار بررسی میکنه، خب طبیعتاً مصاحبه‌های میدانی با افراد مسلح، افرادی که ادعا میکنند، اسناد و ادله‌ای که وجود داره اینا جمع‌آوری میکنه و رویت به قوانین، پروتکل‌ها و کنونسیون‌هایی که وجود داره اجرا.
با این حال سرکنسولگری ایران در هرات با نشر بیانیه بازداشت مهاجران افغان از سوی مرزبانان ایران را تکذیب می کند. سرکنسولگری ایران در هرات می افزاید این مسئله در هماهنگی با نمایندگی وزارت خارجه افغانستان در هرات و کنسولگری افغانستان در مشهد بررسی و جزئیات بیشتر با حکومت افغانستان شریک خواهد شد. وزارت صحت عامه کشور اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته 235 مورد مثبت تازه ویروس کرونا در کشور به ثبت رسیده است. وحیدالله مایار سخنگوی وزارت صحت عامه امروز در یک نشست خبری گفت که در 24 ساعت گذشته 581 سمپل مشکوک مورد آزمایش لابراتواری قرار گرفته که از آن جمله 235 واقعه در 18 ولایت کشور مثبت تشخیص شده است. مایار اضافه کرده که با ثبت این موارد جدید مثبت کرونا شمار مجموعی مبتلایان به این ویروس به 2704 تن رسیده است. بر اساس گفته های مایار از میان واقعات جدید کابل با 65 مورد، قندهار با 54 مورد، هرات با 19 مورد و پنجشیر با 12 مورد بیشترین واقعات را دارا می باشند. با ثبت 235 رویداد مثبت جدید تعداد مجموعی واقعات ما به 2704 واقعه می رسد. بلندترین آمار واقعات مثبت جدید در شهر کابل دارد که 63 رویداد مثبت ثبت شده. این بود مجموعه خبری این ساعت که تقدیم حضورتان گردید. تا سرویس خبری دیگر، ایام به کامتان، خداوند یار و نگهدار.